حفظ و صیانت حقوق دیگران واجب شرعی و خیانت در آن حق الناس و موجب پیگرد قانونی است. هر گونه کپی، تکثیر و انتشار محصولات علمی و فرهنگی گروه آموزشی پرش ممنوع و موجب نارضایتی دنیوی و اخروی صاحب اثر می باشد. به فرهنگ و آموزش کشور احترام بگذارید. سلام بچه ها، خسته نباشید. امیدوارم حال همتون خوب باشه. من مرتضی شکری امروز در استدیو پرش در خدمت شما هستیم با آموزش یه بخشی از شیمی علوم پایه نهم. امیدوارم که این قسمت و این جلسه کاملا براتون مفید باشه و شما رو ترغیب بکنه که انشالله بقیه جلسات رو هم همراه همدیگه باشیم تا انتهای سال تحصیلی. صحبت ما در مورد چی هستش؟ صحبت ما در مورد مواد هستش. خب اصلا شیمی یعنی علم بررسی مواد و تغییرات آنها، درسته؟ اینو سال گذشته پای هفتم خوندید این رو و میدونید شیمی علم بررسی مواد و تغییرات آنها هستش. ما برای اینکه مواد رو بشناسیم میتونیم بیایم در مورد چی صحبت بکنیم؟ در مورد ذرات سازنده اتم صحبت بکنیم. باز تو پایه هفتم خوندید این رو که مهمترین ذرات سازنده آفرینش اتم ها هستن. در مورد اتم ها شما تو پایه هفتم و هشتم یه چیزایی خوندید تو فصل سه و امسال هم در مورد اتم ها خواهیم خوند. چیزی که از سال گذشته میخوام یادآوری کنم براتون این هستش که اجزای سازنده اتم چیا هستن و کجا قرار دارن. برای اینکه شما هم همراه من باشید و بتونید سوالات رو جواب بدید و استفاده بکنیم از صحبتاتون، من میخوام کامنتاتون هم ببینم. بله، خب ذرات سازنده اتم ها چیا بودن بچه ها؟ حتما یادتون هست. پایه نهم مبینا خانم، نمیدونم خانم خلیلی. ذرات سازنده اتم شامل الکترون ها، آفرین مبینا و شایان، پروتون و نوترون هستند، درسته؟ این رو قبلا خوندید. همچنین خوندید که پروتون ها و نوترون ها در هسته اتم قرار دارن، یا بهتر بگیم که هسته اتم رو تشکیل دادن. چون وقتی میگیم در هسته اتم قرار دارن، شاید اینجوری به نظر برسه که هسته اتم یه جاییه، یک ظرفیه مثلا که توش پروتون نوترون ریخته شده. اینجوری نیست. پروتون ها و نوترون ها در واقع تشکیل دهنده اتم هستن. بله، به قول آقا شایان الکترون ها خارج از هسته قرار دارن، همونطور که می‌بینید تو تصویر، اینایی که با دایره های با علامت منفی هستن اینا الکترون ها هستن. الکترون ها خارج هسته قرار دارن و به دور هسته در حال حرکتن. در مدل اتمی بور که پارسال خوندین الکترون ها به دور هسته در حال چی هن؟ چرخشن در مسیرهای مشخص، در حال چرخش در مسیرهای به این مسیرهای مشخص هم اصطلاحاً چی میگیم؟ شما بگین. بله، نه رومینا خانم نیازید جدول تناوبی رو حفظ بکنید. بله، در مدارهای مشخص که همون مسیر الکترون هاست، درسته؟ ضمناً پارسال خوندید که مدار اول ظرفیت پذیرش چند تا الکترون رو داره؟ آقای محبی چیز خاصی اضافه نکرد، من فقط یه قسمتی از درس پارسال رو گفتم بهتون. آفرین، سریع هم جواب دادش. بله، به قول متین و امیر محمد و چند تا دیگه از بچه ها، مثلا خانم آجیلی، مدار اول
اتم ها دو تا الکترون بیشتر جا نداره. آقا بیشتر جا داره که اینجا اونجا جا داره. من که نمیگم فضای خالی نداره. چرا فضای خالی؟ ولی الکترون ها نمیتونی اینجا بذاری. چرا؟ چون الکترون ها بخوان بیان اینجا قرار بگیرن نسبت به هم چی دارن؟ پارسال خوندید. بارهای منفی نسبت به هم چی دارن؟ پارسال توی فصل 9 خوندید. چی دارن؟ بله، دافعه یا رانش دارن. درست، دافعه عربی، رانش فارسیشه. به همین خاطر الکترون سوم دیگه نمیتونه بیاد اینجا. مدار اول ظرفیت پذیرش دو تا الکترون رو داره. مدار دوم که میبینید بزرگتره، ظرفیت پذیرش چند تا الکترون رو خواهد داشت؟ فکر میکنید الان که خب اینجا میبینید دیگه 5 تا رسم کرده، ولی شما فکر می‌کنید تا چند تا جا داشته باشه مدار دوم؟ شما بگید 4 تا. آیدین میگه 4 تا، صفرا روشنی میگه 8 تا، صبحان کریمی میگه 10 تا، زهرا علیپور میگه 8 تا، متین میگه، متین بنجویی 6 تا. مدار دوم بچه‌ها 8 تا الکترون میتونه جا بگیره، یعنی ظرفیت پذیرش 8 تا الکترون رو داره. خب مدار سوم که البته توی تصویر نیست، مدار سوم هم بچه‌ها چیزی که علوم امسالتون به شما یاد میده ظرفیت پذیرش 8 تا الکترون رو داره. این عددهایی که میبینید مثلا الان بچه‌ها بعضیشون نوشتن، مثلا نوشته 18 تا، مثلا این با این کاری نداریم ما. بله درسته ها، ولی کتاب امسالتون میگه 8 تا، حالا توی سطح بعد خواهیم دید. پس مدار اول، مدار دوم، مدار سوم به ترتیب تعداد الکترونی که میتونن بپذیرن چند تاست؟ یه عدد بنویسید، یه عدد سه رقمی. آفرین شایان نوشت، ریحانه هم نوشت، سروناز هم نوشت، یلدا هم نوشت، یلداتات. بقیه بچه ها چی؟ 90 و چند نفری دار؟ نه دیگه مبینه. چرا 118؟ من که نگفتم تعداد عنصرها رو نام ببرید. یه بار دیگه سوالم میپرسم بچه، حواستون اینجا باشه. میگم ظرفیت پذیرش الکترون در مدار اول، مدار دوم و مدار سوم، خب به ترتیب یه عدد سه رقمی بنویسید. آفرین، الان درست شد. ببین الان اکثرا دارم مینویسن، انقدر زیاده که من بخوام اسما رو بخونم 3-4 دقیقه طول میکشه. باریکلا. پس میشه 288 اصطلاحاً. کتاب امسالتون میگه 288. تموم شد. آقا ما فلانجا رو بذار کنار، شما امسال باید کتابتون رو خوب یاد بگیرین. اون فلانجایی که میگه یه عدد دیگه نوشته اونو نگه دار، انشالله نهم که تموم شد برو سراغ اون کتابه. خب حالا بریم سراغ یه جدول مهم بچه ها. شما جدول سنابی رو احتمالاً به طور کاملش رو دیدید که چند تا عنصر داره جدول تنابی؟ بله کاملا درسته. اونایی که دست به تایپشون سریه مثل ریحان سخایی و شایان و اینا خیلی سریع جواب میدن. علیپور 18 تا. چرا؟ زهرا علیپور. بله آقای محمد حسین روحانی، مارار راشدی. بله 118 تا عنصر یا 118 نوع اتم در اون جدول که دیدید وجود داره. ما با اون کاری نداریم بچه ها. جدولی که ما میخواییم امسال کار بکنیم یک تیکه کوچولو از اونه که چند تا عنصر داخلش قرار داره. از اون 118 تا الان چند تا اینجا هستش؟ آره همین 18 تا، همین 18 تا رو ما کار داریم. نهایتا شاید تو بعضی از مدرسه ها عنصر 19 هم و 20 هم رو هم بگن که ما فعلا با اونم کاری نداریم. حالا انشالله بعدها که بیایی توی کلاس هامون شرکت بکنید انشالله نوبت اونا هم میرسه. اشکال نداره خانم میری؟ هیچ اشکالی نداره. خب ببینید بچه ها، ما میدونیم که در اتم خب سه تا ذره وجود داره، الکترون، پروتون، نوترون. درست شد؟ از این سه تا ذره کدوماشون با هم برابرن؟ اینم پارسال خوندید، هم پارسال هم پیارسال. مثلا یه سوال تستی الان دارم میگم، سوال تستی بچه ها، کدام ذرات در اتم برابرن؟ تعداد کدام ذرات در اتم با هم برابر است؟ 1
الکترون پروتون، دو پروتون نوترون، سه الکترون نوترون، چهار الکترون پروتون نوترون. گزینه چند درسته؟ باریکلا آفرین، گزینه یک درسته. در هر اتم در حالت عادی تعداد الکترون و پروتون با هم برابره، در حالت عادی. یعنی اگر در یک اتمی یه دونه الکترون وجود داشته باشه، یه دونه هم پروتون وجود داره در حالت عادی. تو همین صفحه قبلی هم اگر دقت میکردید همین طور بود. ببینید الان، ببینید تعداد بارهای مثبت، ذرات دارای بار مثبتمون چند تاست؟ یعنی پروتون ها 1 2 3 4 5 6 7 تا، درسته؟ اتم نیتروژنه 7 تا پروتون داره. آقا شما کجا میدونید؟ شاید 8 تا باشه تو بعضیاش. نه، اگر یه اتمی باشه که 8 تا پروتون داشته باشه، دیگه اون اتم اتم هشتم جدول نیست، اتم هفتم جدول نیست، اتم هشتم جدوله. اتم هفتم جدول حتما نیتروژنه. 7 تا پروتون داره، چند تا نوترون داره؟ باریکلا 7 تا نوترون داره. مدار اول 2 تا، مدار دوم هم چند تا؟ بله، اگر من بخوام آرایش الکترون ها رو در این دو تا مدار نیتروژن به صورت یک عدد بنویسم، یه عدد دو رقمی مینویسم، چند؟ باریکلا باریکلا سوگن، یه خورده زود جواب دادی، به سوالم دقت نکردی. اگر بخوام تعداد الکترون ها در این دو تا مدار رو به صورت یه عدد دو رقمی بگم، مدار اول 2، مدار دوم 5، این میشه چند؟ 25 اصطلاحاً، درسته؟ بله، اگر این پرسیدم مجموعاً چند تا الکترون داره، حرف شما درست بود، 7 تا الکترون داره. باریکلا. خب پس این تعداد پروتون ها و الکترون ها همیشه با هم برابره در اتم در حالت عادی. تعداد نوترون ها ممکنه برابر باشه، ممکنه هم برابر نباشه، مهم نیست، برای ما مهم نیست. امسال هم اهمیتی واسمون نداره. پارسال اهمیت داشت که در مورد چی میخوندیم؟ در مورد ایزوتوپ ها میخوندیم، اگه یادتون باشه توی فصل 3 صفحه 1 به آخر اونجا داشتیم میخوندیم اونجا ما. خب بریم اینجا بچه ها، ببینید اتم اولمون که تو جایگاه اول قرار داره توی جدول تناوبی، چند تا پروتون داره؟ خب معلومه، نه اسمشو فعلا نمیخوام، یه دونه پروتون داره. اونی که تو جایگاه دوم قرار داره چند تا پروتون داره؟ دوتا. اونی که تو جایگاه سومه چند تا پروتون داره؟ همینجوری الاخر 118 تا عنصر، حالا این نه، کل اون جدول 118 تا عنصر اینجوری چیده شده. اونی که تو خونه اوله یعنی یه دونه پروتون داره، یعنی هر اتمش یک پروتون داره. اون که تو خونه دومه تو هر اتمش دو تا پروتون. اون که تو خونه 118 همه یعنی هر اتمش در هسته 118 پروتون داره. خب حالا این از این. خب اون اتمی که یه دونه پروتون داره و تو خونه اوله چند تا الکترون داره بچه ها؟ باریکلا یه دونه الکترون داره، مشخصه دیگه، یه دونه الکترون. حالا اگر دوتا الکترون داشته باشه چی؟ دوتا پروتون داشته باشه چی؟ دوتا هم الکترون داره، درسته؟ این دوتا الکترون کجا قرار میگیره؟ تو همون مدار اول. چرا تو همون مدار اول؟ برای این که مدار اول گنجایش چند تا الکترون رو داشت؟ احسن، دوتا الکترون دیگه، درسته؟ پس چه الکترون داشته باشه، چه دوتا الکترون داشته باشه، فقط یه مدار خواهد داشت. میبینید؟ حالا یه عنصر داریم تو خونه سوم قرار میگیره، تو خونه سوم، یعنی تعداد پروتوناش چند تاست؟ باریکلا 3 تا. عدد چیش برابر 3 هست؟ پارسال خوندید اسلام، یعنی عدد، باریکلا آفرین، عدد اتمی 3، پس تو خونه سوم قرار میگیره. خب 3 تا پروتون داره، چند تا الکترون داره؟
سه تا باری کلا. این سه تا الکترون چجوری قرار میگیرن؟ خب دو تاش تو مدار اول قرار میگیرن، مدار اولمون کامل میشه. یه دونش بره تو مدار چی؟ باید بره تو مدار دوم، درسته؟ پس الان میبینید شد دو تا مدار، الان شد دو تا مدار. حالا اگر چهار تا پروتون داشته باشه، چهار تا هم الکترون چی؟ مدار اول دو تا، مدار دوم هم چی؟ دو تا، درسته؟ بله آفرین. بعضی عددشو می نویسن، می نویسن دو دو, دو. درسته باری کرد، اونم درسته. اینو می نویسیم چند؟ عنصر سوم می نویسیم چی؟ دو خط تیره یک. آفرین آفرین باری کرد. خب همینطوری الی آخر. آقا اینا که خیلی ساده است. خیلی ساده نیست، شما خوب دارید گوش میکنید براتون ساده است. وگرنه همین اگر سال تحصیلی شروع بشه، شما خوابالو پشت سیستم نشسته باشین و معلم براتون 6 بارم توضیح بده، آخرش نمیفهمید چی به چیه. اما الان چون هوش حواستون اینجا هست، خیلی راحت دارید یاد میگیرید. خب ادامه بدیم بچه ها، آماده این؟ خیلی خب، من اصلا اینجا رو کاری ندارم، یه عدد میخوام بگم، با ذهنتون به من جواب بدید، ذهنی به من جواب بدید. آقا یه اتم دارم، یه اتم دارم، شمردم تعداد پروتون‌هاش، تعداد پروتون‌هاش 9 تاست، تعداد پروتون‌هاش 9 تاست. آرایش الکترون‌هاش رو من بگید ببینم چه جوری میشه. آفرین ریحانه سخایی، باریکلا، از همه زودتر جواب داد. شایان هم همینطور، نیوشا صالحیان، باریکلا. آره میتونی یه مقدار دقت کنید شما. امیر محمد جعفری، آفرین. حسام باریکلا. مهدی خانم دقت کنید. آقا مهران شما هم همینطور دقت کنید. نه اسمشو نمیخوام، محبی. دنیز رحیمی، باریکلا. ایلیا جعفری، آفرین. بله. خب اونی که 9 تا پروتون داره یعنی چند تا الکترون داره؟ یعنی 9 تا هم الکترون داره دیگه، درسته؟ خب حالا این 9 تا الکترون چی جوری قرار میگیرن؟ خب معلومه دو تاش تو مدار اول، تو مدار دومش چند تا بعد قرار بگیره؟ 7 تا، درسته؟ پس آرایش الکتروناش میشه 2 خط تیره 7. درست شد؟ خب حالا میخوام یه نکته جالب از این جدول بهتون بگم، یه نکته جالب بهتون بگم. ببینید الان نگاه کنید، این اتم اول یه دونه تک الکترون داره، درسته؟ اتم زیریش رو نگاه بکنید، یه دونه دوتایی داره که کامله، بعدش یه دونه هم چی داره؟ یه تک الکترون داره باز، درسته؟ مثل بالایی که یه تک الکترون داشت، این پایینی هم یه تک الکترون داره. زیریش چی؟ یه مدار دوتایی کامل داره، یه مدار هشتایی کامل داره، و بازم یه دونه چی داره؟ بازم یه دونه شما بگین. بله یه دونه اتم یه دونه الکترون تکی داره، درسته؟ پس الان هر ستاشون یه تک الکترون دارن تو مدار آخرشون. آقا این که یه مدار باشه، حالا اصطلاح دیگه، این آقا هر ستاشون تو مدار آخرشون یه تک الکترون دارن، این که مدار اول آخرش همون اصلا. حالا ستون دوم رو نگاه بکنید بچه ها، ستون دوم رو نگاه بکنید، تو مدار آخرش چند تا الکترون داره؟ آفرین، دوتا. زیریش چی؟ زیریش تو مدار آخرش چند تا الکترون داره؟ تو مدار آخر، آفرین، اونم دوتا. اینا میشن زیره هم. اساس طبقه بندی عنصرها توی جدول تناوبی به جز عدد اتمیشون اینه. بله عدد اتمیشون نقش داره، این اولیه، این دومیه، 3 4 5، این عدد اتمیشه دیگه، درسته؟ تا 118. ولی اگه فقط همین بود، اتم ها رو پشت سر هم می نوشتن، نمی اومدن اینا رو خالی بذارن. یا اون جدول اصلی رو اگر دیده باشید خیلی
نامرتبه یه جاهاییش، درسته؟ چرا؟ برای اینکه خواستن اتم هایی که شبیه به هم هستن رو زیر هم قرار بدن، اصطلاحاً در یک ستون یا در یک گروه قرار بدن. آقا چه شباهتی؟ شباهتش چیه؟ شما بگید ببینم اولین نفر کی می نویسه. آقا با توجه به این جدول بگید که اتم هایی که توی یک ستون قرار دارن چه شباهتی با هم دارن. محبی دیگه اون تهشو نوشت دیگه، باریکلا ملیکا لطیف، تعداد الکترون مدار آخر. سرونازم درسته، باریکلا. نیوشم باریکلا، آفرین به شما. بله درست شد، الان کامل خودتون متوجه. اصلا نکته گفتم بهتون؟ هیچ نکته نه، خودتون متوجه شدید به همین راحتی. الان فهمیدید اتم هایی که تو یک ستون قرار میگیرن تعداد الکترون های مدار آخرشون با هم برابره. تازه یعنی یه چیز اضافه تر، مثلا اونایی که تو ستون چهارم قرار میگیرن 1 2 3 4 تو مدار آخرشون چند تا الکترون دارن؟ 4 تا. ببینید الان اینو نگاه کنید، یه دونه مدار 2 الکترونی داره، یه دونه مدار 4 الکترونی داره، درسته؟ اما اینجا رو نگاه بکنید زیریشو، یه مدار 2 الکترونی، یه مدار 8 الکترونی و یک مدار دوباره چی؟ 4 الکترونی. ستون 4 روم مدار آخر یا به قول یکی از بچه‌ها لایه ظرفیت، تعداد الکترون‌هاش 4 تاست. ستون 5م چی؟ 5 تاست. نگاه کنید 1 2 3 4 5، فقط مدار آخر دارم میگم ها، فقط مدار آخر. اینم هم همینطور 1 2 3 4 5 تا الکترون داره. این نکته‌ای که شما به راحتی متوجه شدید و خودتون اصلا این نکته رو در آورید از توی جدول. همینطوری الی آخر. البته یه استثنایی وجود داره. استثناش چیه؟ شاید بگید آقا این دوتا، اونا که تو ستون هشتم هستن، تعداد الکترون‌های مدار آخرشون باید چند تا باشه با توجه به این قاعده‌ای که الان داشتیم میگفتیم. آقا اینا که تو ستون اول هستن مدار آخرشون 1 الکترون دارن، اونایی که ستون دوم هستن مدار آخرشون 2 تا الکترون دارن، همینجوری تا ستون هشتم. اینایی که تو ستون هشتم هستن تعداد الکترون‌های مدار آخرشون به قول مالار نه مارال نه به قول آیدین عربی 8 تا باید باشه. ولی اینو نگاه کنید، این قاعدهمون رو به هم زده. چرا؟ برای اینکه تو ستون آخر یه قاعده جدیدی ما بیان میکنیم. قاعده ستون آخر چیه؟ اینه که اتم، من بگم یا شما میگید؟ صبحان کلش 1 ساعت، حالا من یه خورده لفتش نم، شما سری برو بیا. آفرین سروناز درست گفت. علی محمد میگه شما بگین. غزل نه اونطوری نیستش، درست نیست. آفرین نیوشا صالحان، آفرین. اون جمله‌ای که میخواستم بگی و بگم و شما گفتی. میدونید چی گفته دوستتون؟ گفته که این اتم‌هایی که تو ستون هشتم یا ستون آخر قرار دارن تعداد الکترون‌هاشون کامله، یعنی دیگه الکترون نمیتونن بپذیرن. الان این یه دونه مدار داشت، درسته؟ مدار اول چند تا الکترون جا میگرفت؟ دوتا. خب دوتا داره کامل پر، تا اینجا پر. این یکی نه، این یکی دوتا مدار داشت، مدار اول دوتاش کامله، مدار دوم هشتاش کامله، اینم پر. این پایینی دوتا مدار اولش کامله، 8 تا مدار دومش کامله، 8 تا مدار سومش کامله، پس اینا پرن. متوجه منظورت نمیشم آقای محبی. بله بله، اسمشون هم بهشون میگن گازهای نجیب. حالا چرا بهشون میگن گازهای نجیب بعدن متوجه میشیم. به این ستون اصطلاح میگن ستون گازهای نجیب، که به ترتیب از بالا به پایین بخوایم بگیم هلیوم، نئون و آرگون هستن. و جالب بدونید بچه ها، همه این اتم ها هی خودشونو این درون در میزنن که خودشونو شبیه این بکنن.
حالا این در اون در میزنن یعنی چی؟ کسی میتونه بگه یعنی چی؟ سنا خانم اگر اشکال صدا دارید از سمت شماست، میتونید خارج شید دوباره وارد شید. آره به قول سرناز میخوان کامل بشن. چجوری کامل بشن؟ بر اثر چی کامل بشن؟ این که میگیم این اتم ها خودشونو میزنن به این در به اون در که شبیه اینا بشن، به معنی اینه که اینا این اتم ها چیکار میکنن؟ واکنش میدن، تغییر شیمیایی میکنن تا شبیه اینا بشن. اینا هم نیازی به واکنش ندارن، نیازی به تغییر ندارن، به همین خاطر به اینا میگن گازهای نجیب، چون اصلا نمیخوان تغییر کنن، نمیخوان با کسی رابطه داشته باشن، با کسی واکنش انجام بدن. بله حالا در مورد این صحبت خواهیم کرد براتون. خب پس نکته‌ای که بچه‌ها از توی جدول متوجه شدیم اینه که توی این جدول که 8 تا ستون داره، 8 تا ستون یا گروه داره، ستون اول تعداد الکترون‌های مدار آخر یکیه، ستون دوم تعداد الکترون‌های مدار آخر دو تاست و همینطور الی آخر، و این آخری هم تعداد الکترون‌های مدار آخرشون چیه؟ باریکلا کامله. تست هم ایشالله فرصت میکنیم کار میکنیم آقای محبی. بله حالا یه نکته دوم رو میخوام خودتون میخوام بگیدا، من فقط راهنمایی میکنم نکته رو نمیگم، شما خودتون باید متوجه بشید. ببینید بچه ها، الان بچه ها این به اینا میگن ردیف. الان این جدول ما 8 تا ستون داره، چند تا ردیف داره؟ سلام دانیال، 3 تا ردیف داره، درسته؟ 3 تا ردیف. ردیف اول نگاه بکنید اینه و این، ردیف دوم اینان، ردیف سوم اینان. خب راهنماییم تمام شد دیگه، الان شما باید بتونید نکته رو بگید. چی میشه مبینا؟ متوجه نمیشم. آرمیتا اکبری باریکلا، اونی که میخوامو گفته. نه اون جدول کامله رو نمیخوام که چند 18 تا ستون داره و چند تا مثلا ردیف، همینو بگید شما. ببینید بله بچه ها نوشتن بعضی هاشون، تو ردیف اول اتم هایی قرار دارن که فقط یک لایه یا یک مدار الکترونی دارن، درست؟ توی ردیف دوم اتم هایی قرار دارن که دو تا مدار الکترونی یا دو تا لایه دارن. توی ردیف سوم هم اتم هایی داریم که همشون سه تا لایه یا مدار الکترونی دارن. پس میشه از روی عدد اتمی آرایش الکترون ها رو فهمید، از روی آرایش الکترون هم میشه فهمید که توی ستون چندم و ردیف چندم. راحت آقا ما مثلا اکسیژن پای هفتم هم داشته، چند تا الکترون داره اکسیژن؟ اکسیژن چند تا الکترون، چند تا پروتون داره؟ میدونید دیگه 8 تا، درسته؟ عدد اتمیش 8ه، 8 الکترون داره. خب آرایش الکترون هاش چجوری میشه شما بگید؟ 2-6 باریکلا، مدار اول دو تا مدار. خب ستون چندم میشه؟ ستون چندم میشه؟ ستون رو چی میفهمیدیم؟ از روی تعداد الکترون های مدار آخر. باریکلا آفرین های رودبندی و زهره حسین زاده. ستون شیشم، چرا ستون دوم متین؟ ستون شیشم میشه، چرا؟ چون تو مدار آخر 6 تا الکترون داره. خب ستون شیشم 1 2 3 4 5 6، خب یکی از اینا باید باشه، یا اینه یا این، یکی از این دوتا اتم اکسیژنه. حالا به نظرتون کدومشونه؟ این بالایی است یا این پایینیه؟
آفرین. این بالایی است. چرا؟ برای اینکه اکسیژن دو تا مدار داره. مدار اول دو تا بود، مدار دوم 6 تا دیگه، درسته؟ چند تا مدار الکترونی داره؟ دو تا. پس تو ردیف دوم قرار داره. به همین راحتی از روی عدد اتمی آرایش الکترون ها رو متوجه میشید، از روی آرایش الکترون هم جاشو توی جدول تشخیص میدید، میگه آقا تو ستون چندم ردیف چندمه. حالا برای اینکه این قسمت رو متوجه بشیم، بریم اونور استودیو و قسمت بعدی رو بگم براتون. باز مثال بزنم؟ باشه، بازم مثال میزنم. اولی خانم نمیدونم اجازه برای چی میخواید بگید، حرفتون رو من ببینم میگم خدمتتون. خب مثلا نیتروژن، اونایی که مثال بیشتر میخوان، نیتروژن، نیتروژن تو مدار اولش چند تا الکترون داره؟ دو تا. تو مدار دومش چند تا داره؟ 5 تا. باریکلا محبوبی سریع نوشت. خب حالا شما بگید که نیتروژنی که دو تا توی مدار اول داره و 5 تا تو مدار دوم، الکتروناشو دارم میگم، توی ستون چندم قرار میگیره؟ تو ستون تو ردیف چندم قرار میگیره؟ تو ردیف دوم. آقا چرا تو ردیف دوم؟ برای اینکه دو تا مدار داشت دیگه، دو تا مدار داشت. از روی تعداد مدارا میتونی الان تو همون جدول قبلی اینا نیتروژن رو میتونیم اینجا پیدا بکنیم. ستون چندم بود؟ پنجم. 1 2 3 4 5 نیتروژن یا اینه یا این. منتها چون نیتروژن دو تا مدار داره، مدار اول دو تا الکترون، مدار دوم 5 تا دیگه، درسته؟ پس میشه توی ردیف دوم. پس این میشه نیتروژن قطعا. آفرین. بله آقای علیرضا گلستان، کاملا درسته صحبت شما. جواب صحیح نگم؟ باشه آقای محمد چگینی. یکی دیگه بگم از همین اسلاید بعدی. حالا هلیوم رو که گفتیم، مثلا منیزیوم آرایش الکترون ها شما بگید چند. آفرینم، کی زود نوشتش؟ باریکلا گلستان و سروناز و رضا محمودی و امیر محمد محبی و غزل خانم و دینا و زهرا و علی. خب خیلی خوب. مدار اول دوتا، مدار دوم 8 تا. بیشتر جا نمیشه که، بیشتر از 8 تا جا میشه؟ نه. میشه چند تا؟ 10 تا. 2 8 میشه 10. دو تاش میمونه واسه مدار سوم، درسته؟ دو تاش میمونه واسه مدار. پس منیزیم تو ستون چندم قرار میگیره؟ توی ستون دوم قرار میگیره. باریکلا. چرا؟ چون تو مدار آخرش دو تا الکترون بیشتر نداره. نگاه کنید، ستون دوم، مدار آخر دو تا الکترون. حالا کدوم یکی از این دو تا میشه؟ منیزیم این بالایی است یا پایینی است؟ باریکلا. میگن پایینیه، یعنی ردیف سومیه. ردیف 1، ردیف 2، ردیف 3، یعنی اینه. چرا؟ برای اینکه منیزیم 3 تا مدار داشت. مدار اول 2 تا، مدار دوم 8 تا، مدار سوم 2 تا، درسته؟ چون 3 تا مدار داشت، پس این میشه منیزیم. به همین راحتی شما از روی عدد اتمی یک عنصر میتونید جایگاهش رو توی جدول تناوبی مشخص بکنید. خب هلیوم رو هم که گفتم دیگه بهتون، هلیوم هم توی صحبتام بود. مدل اتمی بر رو برای عنصرهای زیر رسم کنید. حالا فلز بودن و نبودنش رو بعداً متوجه میشیم، فعلا این قسمت اول سوال رو میخواییم کار بکنیم. بریلیوم بچه ها کجا قرار میگیره؟ اول بگید آرایش الکترونیش چیه؟ چند. 2 2. باریکلا. 2 2. آفرین. خب توی ستون چندم قرار میگیره؟ توی ستون دوم. آفرین.
چرا؟ برای اینکه تو مدار آخرش دوتا الکترون داره، تو ردیف چندم قرار میگیره. احسن، بازم ردیف دوم. چرا؟ چون دوتا مدار داشت. مدار اول دوتا، مدار اول دوتا الکترون، مدار دوم هم دوتا الکترون، دوتا مدار داشت، درسته؟ پس توی ردیف دوم هم قرار میگیره. اکسیژن چی؟ هستی خانم فاطمی؟ تکرار میکنم، مثال زیاد میگم کاملا متوجه بشید. مثالای بعدی رو نگاه کنین. مثلا اکسیژن، اکسیژن عدد اتمیش چنده؟ 8. خب یعنی 8 تا پروتون داره، پس 8 تا هم الکترون داره. حالا این 8 تا الکترون چجوری در اطراف هسته قرار میگیرن؟ همشون همجوری میرن دور هسته رو میگیرن؟ نه، مدار اول فقط دوتا، چند تاش میمونه واسه مدار دوم؟ 6 تاش میمونه مدار دوم. خب پس مدار آخرش که اون مدار دومه 6 تا الکترون داره، پس اکسیژن تو مدار چندم قرار میگیره؟ توی ستون چندم قرار میگیره؟ زهرا علیپور چرا 8؟ آفرین، توی ستون ششم قرار میگیره. وای چرا بعضیاتون خوب، گلستان چرا حواست رو جمع نکردی؟ تو که خیلی خوب جواب میدادی. توی ستون ششم قرار میگیره. چرا؟ برای اینکه تو مدار آخر 6 تا الکترون داره. ما برای اینکه بفهمیم توی کدوم ستونه به چی نگاه میکنیم، به تعداد الکترون مدار آخر نگاه میکنیم، درسته؟ به تعداد الکترون مدار آخر. آفرین. نه حالا فلز و نافلز رو کاری نداریم ماهان فعلا. اکسیژن توی ردیف چندم قرار میگیره؟ باریکلا، تو ردیف دوم. چرا تو ردیف دوم؟ چون دو تا مدار الکترونی داشت. مدار اولش که دو تا الکترون داشت، مدار دومش که 6 تا الکترون، دو تا مدار میشه دیگه، درسته؟ پس تو ردیف دوم قرار میگیره. حالا آلومینیوم رو بگید. آلومینیوم عدد اتمیش 13، یعنی در هر اتم آلومینیوم 13 تا پروتون در هسته قرار داره. پس 13 تا هم الکترون اطراف هسته قرار داره. حالا این اطراف هسته چجوری قرار دارن شما بگین؟ من قبل اینکه بگم نوشتن بچه ها، باریکلا. مدار اول که خب دوتا، خیلی خوب، بقیه میرن مدار بعدی. 8 هم مدار بعدی جا میگیره، میشه 10 تا، درست شد؟ میمونه 3 تا که میرن مدار سوم، پس میشه 2 8 3. ستون چندم میشه؟ آلومینیوم ستون چندم میشه؟ ستون سوم. باریکلا، چرا ستون سوم میشه؟ چرا ستون سوم؟ چون تو لایه آخرش 3 تا الکترون داره. بله، با آفرین یلدا و نگین بک محمدی. حالا شما بگید تو ردیف چندم قرار میگیره آلومینیوم؟ باریکلا، رقیه سادات و مهدی انصاری. توی ردیف سوم. چرا تو ردیف سوم قرار میگیره؟ اونم بگید خیالم راحت شه. برای اینکه سه تا مدار داره. یه نفر نشون، چون سه تا الکترون داره، اون ستون رو نشون میده. این که تو مدار آخرش 3 تا الکترون داره، ستون رو نشون، اینا ستونن. این که 3 لایه الکترون داره، ردیفا رو نشون میده، درست شد؟ کافیه یا بعدی رو هم بگم بهتون؟ خیلی خوب. خب اگه کافیه کلور رو سریع بگید دیگه. کلور رو سریع، اصلا نمیخواد بنویسید آرایش الکترونیش هم چیه، بگید ردیف چندم ستون چندم، زود ببینم کی زودتر از همه درست بنویسه. ستون هفتم ردیف سوم. مه نوشته، نمیدونم حالا محسنه یا مهنا مثلا یا محمد، نمیدونم. ستون هفت ردیف سه، باریکلا غزل نوشته. کامل بنویسید دیگه، چرا ستونش رو جدا ننویسید، ردیفش رو جدا.
امیر محمد محبی هم بله درست نوشته و همینطور امیر محمد جعفری و بعد علی هم همینطور. سبحان کریمی می نوشتی ستون هفت ردیف سه کامل بود. متین بنجویی اگر اشتباه نکنم درست نوشته. بله بسیار خوب، بریم ادامه درسمون. یه مطلبی رو بگم خدمتتون بچه ها، اگر که دوست دارید توی کلاس ها همراه ما باشید و انشالله تا انتهای سال تحصیلی در کنار همدیگه باشیم و علوم جذاب نهم رو با همدیگه یاد بگیریم، باید زحمت بکشید و اسم بنده رو که شکری هست رو به سامانه پیامکی 1375 ارسال بکنید که انشالله مراحل ثبت نام دائمی شما انجام بشه و بعد از این دیگه به طور دائمی هفته‌ای با هم دیگه کلاس داشته باشیم. دوباره میگم اسم بنده رو یعنی شکری باید ارسال کنید به شماره پیامکی 1375. خیلی خوب، ادامه صحبتمون رو بریم اون سمت استدیو داشته باشیم. خب ببینید بچه ها، اون چیزی که اون سمت بهتون گفتم یه قسمت کوچیکی از درس بود که البته خیلی هم اساسیه. چرا اساسیه؟ برای اینکه برپای چیزی که اونجا یاد گرفتیم الان میخوایم یک قدم بسیار مهم در شیمی برداریم. شاید چیزایی که امروز خوندید تا آخر این روزهایی که تحصیل بکنید و توی درساتون شیمی داشته باشید به دردتون بخوره، یعنی انقدر پایه‌ایه. مثلا یه چیزی در حد 4 عمل اصلی در ریاضیات مثلا. حالا ما الان یه قسمتی رو گفتیم براتون، ادامهش رو این سمت میخوایم یه مطلب جدیدتر و جالبتر بهتون بگیم. حواستون اینجا باشه، خسته که نشدین؟ خسته شدین؟ خیلی خوب، ادامهش اینجا داشته باشیم. میخواییم رفتار اتم ها با یکدیگر رو ببینیم. آقا مگه اتم ها با هم دیگر رفتارن؟ بله، اتم ها وقتی به هم میرسن ممکنه که نسبت به هم بی تفاوت باشن و از کنار هم ردشن برن، ممکنه که با هم دیگه دست به یقه بشن، این چنگ بندازه مثلا چه میدونم گوشی اونو بکنه بگیره دست خودش، ممکنه که با هم رفیق بشن و مثلا احتیاجات همدیگه رو برآورده بکنن، اون بگه تو چی کم داری من بهت بدم، این هم بگه تو چی کم داری من، یعنی اینجوری احتیاجات همدیگه. این میشه رفتار اتم ها با یکدیگر. داستانم تعریف نمی کنم، یعنی سه تا مثالی که زدم عین رفتاری هستش که اتم ها با یکدیگر انجام میدن، منتها این که اتم ها وقتی به هم برسن از کنار هم فقط رد بشن یا اینکه دست بندازن به یقه همدیگه یا اینکه با همدیگه تر رفاقت بریزن، این به چی برمیگرده؟ به همون چیزی که تو مرحله قبلی یاد گرفتید. اونایی که مرحله قبلی یاد گرفتید الان اینجا از بقیه یه قدم جلوترید. نگاه کنید، یه نمودار بسیار مهم اینجا داریم بچه ها، فقط قسمت اولاشو توضیح میخوام بدم. فعلا قسمت اولاش چیه؟ ببینید نوشته اگر در مدار آخر، یا همون اسم دیگرش هم نوشتم لایه ظرفیت، اگر یک یا دو یا سه تا الکترون داشته باشه، خب اون اتم دوست داره این الکتروناشو از دست بده. حالا نمیخوام الان غزل خانم بگیم واکنش چی هست، فعلا خیلی مونده با اونجا برسیم. این پله پله با خود من جلو بیایید، با خود من جلو بیایید، نه جلو بیافتید از من نه عقب بمونید. ببینید یه بار دیگه میگم، ما که فهمیدیم دیگه، اونجا فهمیدیم که آرایش الکترون ها چجوری هستش در اطراف هسته یک اتم. اگر در مدار آخر، یه اتمی فقط یه دونه الکترون داشته باشه
یا دو تا الکترون داشته باشه یا سه تا الکترون داشته باشه، ترجیح میده که اون الکتروناشو از دست بده. ای آقا چرا این کارو میکنه؟ برای این که دوست داره مدار آخرش، شما بگید. من گفتم بهتون، گفتم اتم‌ها دارن همشون تلاش میکنن برسونن خودشونو به اون ستون آخریه. ستون آخریه کیا بودن؟ کسایی بودن که مدارهای کاملی داشتن دیگه. گفتن آقا ما اوکییم، هیچ کمبودی نداریم، همه الکترون ها هم در به در دنبال اینن که خودشونو شبیه اونا بکنن. حالا یه اتمی هستش، خوب نگاه کنید، مدار اولش دوتا داره، مدار دومش هشتا داره کامله، مدار سومش یه دونه داره. خب اگه این خودشو بخواد کامل بکنه چند تا الکترون باید بگیره؟ هستی خانم فاتحی؟ دوباره دارم میگم همینو، برگردم عقب، باش بیا. یه اتم داریم، مدار اولش دو تا الکترون داره، مدار دومش هشت الکترون داره، یعنی کاملن اینا، ولی مدار سومش یه دونه الکترون بیشتر نداره. حالا این اتم با این وضعیت خودشو میخواد شبیه گاز نجیب، یعنی چیکار میخواد کنه؟ میخواد مدارشو کامل کنه. چند تا الکترون باید بگیره؟ هفت الکترون. خب به نظر شما هفت الکترون بگیره راحت تره یا همین یه الکترون رو ول کنه این مدار پایینیه بمونه؟ ها؟ کدوم انجام بده به نظرتون؟ این یه دونه رو از دست بده، مدار زیرش مگه کامل نبود؟ دیگه هر جا بره ببینید، ببینید ملت، مردم نگاه کن، من کاملم، یه مدار دوتایی دارم، یه مدار هشتایی دارم، کسی هم مدار سومو نمیبینه که. چرا؟ چون یه دونه الکترون بیشتر، اون الکترون هم تمام شده، از دست داده رفته دیگه، اصلا اون مدار سوم وجود نداره دیگه که بگن اه ببین مدار سومت کلا خالیه، نه اصلا وجود نداره، اون یه الکترونش از دست داده. بله، حالا فرض کنید یه اتم دیگه داریم، مدار اول دو، مدار دوم هشت، مدار سوم دو تا الکترون داره، چند تا الکترون باید بگیره تا کامل بشه؟ 6 تا الکترون باید بگیره. به نظر شما 6 تا رو بگیره راحت تره یا این دوتا رو از دست بده و بشه مدار قبلی؟ دوتا از دست، دوتا الکترونش از دست میده، مدار قبلیش که کامله نشون میده به همه. یا ببینید من دوتا مدار دارم، مدار آخرم کامله، نه دیگه مدار آخرت خالی، اصلا مدار آخر وجود نداره که دیگه کسی بگه خالیه. بچه ها دو تا الکترون داشت، دوتاش هم مرخص کرد رفت، تموم شد. اولی متوجه نمیشم چیزی هست بگو الان. میگم هیدروژن هم میگم محبی، اسلاید ها هست بچه، اگر بخواید اسکرین شاتی چیزی بگیرین اسلاید. بله به قول اولی کاتیون میشه، حالا میرسیم اونجا رو بهتون میگم. خب مدار اتم بعدی، مدار اول دو تا، مدار دوم هشتا، مدار سوم سه تا، چند تا الکترون باید بگیره تا کامل بشه؟ پنج تا. پنج تا الکترون بگیره کامل بشه راحت تره یا این سه تا رو از دست بده و بشه مدار قبلی؟ سه تا از دست بده. بله سه تا از دست بده میشه مدار قبلی و کامل میشه. به همین خاطر اینجا نوشتیم در مدار آخر یا لایه ظرفیت اگر یک، دو یا سه الکترون داشته باشد تمایل به دادن الکترون دارد، یعنی دوست داره الکترون از دست بده. اون اتمی هم که الکترون از دست میده اتم چیه؟ اتم فلز. به همین راحتی شما میتونید تشخیص بدید که یک اتم اتم فلز یا نافلزه. از رو چی تشخیص بدیم آقا؟ کاری نداره که عدد اتمیشو که بلدی. بله خب آرایش الکتروناشو بنویس. خیلی خوب
ببینون که تو مدار آخرش چند تا الکترون داره، تو مدار آخرش اگه 1، 2 یا 3 الکترون داشته باشی یعنی اتم اتم فلزه و دوست داره الکترون از دست بده، الکترون هم از دست بده. پارسال فصل 3 آخرین صفحه خوندید، تبدیل به یون چی میشه؟ تبدیل به یون چی میشه وقتی الکترون از دست میده؟ آفرین، تبدیل به یون مثبت میشه که اصطلاحاً بهش چی میگن؟ اینجا نوشتیم اصطلاحاً بهش میگن کاتیون. کاتیون یعنی یون مثبت. پس فلزها الکترون از دست میدن و تبدیل به یون مثبت میشن. کجا این کار انجام میدن؟ تو واکنشا. فلزها تو واکنشا تبدیل میشن به یون مثبت. خب پارسال مثالشو داشتیم دیگه، تو نمک خوراکی یون مثبت کدوم بود؟ یادتون میاد؟ نمک خوراکی که اسم علمیش هم بود سدیم کلرید. آفرین، سدیم یون مثبت بود دیگه، درسته؟ سدیم چیه؟ سدیم فلزه دیگه، سدیم فلزه. یعنی چی؟ یعنی تمایل داره الکترون از دست بده. چرا؟ چون تو مدار آخرش فقط یه دونه الکترون داره. ای آقا شما از کجا میدونید؟ ارو آرایش الکترونیش. آرایش الکترونیش از کجا بریم؟ از روی عدد اتمیش. آقا عدد اتمی سدیم چنده؟ 11 میشه 2 8 1. الان میگم آقا مهران آخرتی، حالا اگر تو مدار آخر تعداد الکترون ها اینا بود 4 5 6 یا 7، اون موقع اتم تمایل داره الکترون بگیره. آقا چرا 4 تا؟ خب فرقی نمیکنه که 4 تا الکترون بگیره 4 تا الکترون بده، برای من و شما فرق نمیکنه، ولی اتم ها دوست دارن که 4 تا الکترون بگیرن و خودشون رو از این طریق کامل بکنن. اتمن دیگه، مثل من و شما که خب عقل ندارن که. اب نداره شایان. پس اگر توی مدار آخر 4 5 6 یا 7 الکترون داشته باشن، دوست دارن که الکترون بگیرن. همچین اتم های چی هستن؟ اتم های نافلز. پس فقط با دونستن چی؟ عدد اتمی شما میتونید این همه اطلاعات کسب بکنید. آقا چقدر اطلاعات؟ شما عدد اتمی رو داری؟ ورنداری آرایش الکترونی رو رسم میکنی؟ درسته؟ یا آقا مدار اول اینقدر، مدار دوم اینقدر، مدار از رو اون میفهم که این اتم در ردیف چندم و در ستون چندم قرار داره. به غیر از اون تازه میتونی بگی که آی این اتم دوست داره الکترون از دست بده تو واکنشا یا الکترون بگیره. از روی این میفهمی، یعنی این که دوست داره الکترون از دست بده میفهمی که اتم فلزه. نه، دوست داره الکترون بگیره تو واکنشا، پس اتم نافلزه. از روی این دیگه چی رو متوجه میشی؟ متوجه میشی که آقا فلزها تو واکنشا میتونن تبدیل به یون مثبت بشن یا کاتیون، نافلز ها توی واکنش ها میتونن تبدیل به یون منفی یا آنیون بشن. این همه اطلاعات از روی همون چی؟ از روی همون عدد اتمی. نه دیگه شایان هشت، یعنی 8 تا ستون داریم. ستون هشتم آخری بود دیگه، درسته؟ آخری رو نگاه کنید، نوشتم اگر مدار آخر کامل باشد. ستون هشتمی ها اینجوری بودن دیگه، اگر کامل باشه نه دوست داره الکترون بگیره نه دوست داره از دست بده. هیچ کاریه، من که کاملم، بقیه دارن خودشونو این در اون در میزنن خودشونو شبیه به من بکنن، من برای چی وارد واکنش بشم؟ من برای چی وارد رابطه بشم؟ هیچ رابطه‌ای با هیچ اتمی نمیخوام داشته باشم. این میشه گاز نجیب، این میشه گاز بی اثر. ستون آخری ها اینجوری بودن دیگه، درسته؟ بله، اینی که الکترون بگیره الکترون از دست بده، یعنی اتمش فلز باشه یا نافلز باشه، این توی ستونهای 1 تا 7 هستش. ستون 8 کلن دیگه
از این قواعدی که گفتیم چیه؟ خارجه. اگه یک اتم 4 تا مدار کامل باشه چی؟ اونم بله مارال خانم راشدی، بله. اگه یه اتمی باشه 4 تا مدار داشته باشه، 4 تاش هم کامل باشه، اونم میشه گاز نجیب. 5 تا مدار داشته باشه، 5 تاش هم کامل باشه، بازم گاز نجیب هستش. گازهای نجیب بعدیه دیگه. ما فقط هلیوم و نئون و آرگون رو گفتیم. مثلا رادون هست، زنون هست، کریپتون هست بعد از آرگون. اینا همشون گاز نجیبن. خب صفحه بعدی رو ببینیم بچه‌ها. تو نموداری که گفتیم هیدروژن یه استثناست. چرا؟ برای اینکه هیدروژن با اینکه یه الکترون داره و دوست داره اون یه الکترونش هم از دست بده، ولی جزء فلزها نیست، جزء نافلزها حساب میشه. هیدروژن یه دونه الکترون داره دیگه کلن، درسته؟ و اون یه دونه هم دوست داره که از دست بده. خب به همین خاطر شاید بگن خب پس هیدروژن هم فلزه، در حالی که نه، هیدروژن جزء نافلزها حساب میشه. این یک استثناست. و اینم بگم بچه‌ها، شیمی پر استثناست، کلی قاعده داره ولی قواعدش پر از استثناست. فیزیک اینجوری نیست، فیزیک یه سری قواعد داره که تقریبا همشون ثابت و بدون تغییر هستن. فرموله ها رو دارم میگم. مثلا استثنای بعدی، آره آقا استثنای بعدی، 4 دقیقه دیگه کلاسمون هست، هلیوم هستش. چرا؟ هلیوم خب عدد اتمیش 2 بود، یعنی 2 تا الکترون داشت. پس اگر اینجور باشه آقا هلیوم هم باید الکترون از دست بده دیگه، چون شما گفتید اگه تو مدار آخر 1 یا 2 یا 3 الکترون داشته باشد الکترون از دست میدهد. نه اینم استثناء. چرا؟ چون هلیوم مدارش کامله، درسته 2 تا الکترون داره ولی خب گنجایشش بیشتر از اون نیست، مدارش کامله. وقتی مدارش کامله برای چی باید الکترون بده یا بگیره؟ پس هلیوم هم میشه چی؟ گاز نجیب و واکنشی نمیده، یعنی نمیتونیم بگیم فلزه یا نافلزه. اینم از این مطلب. حالا بریم سراغ این بچه ها. اینا رو گفتم که برسیم به این قسمت، به همون چیزی که گفتم. گفتم اتم ها رفتارشون با هم چیه؟ رفتارشون اینطور هستش که وقتی به هم میرسن یا بی تفاوت از کنار هم رد میشن، حتی سلام هم نمیدن، درسته؟ یا اینکه به هر حال یقه به یقه میشن، یکی از اون یکی یه چیزی بالاخره میکنه، یا اینکه نه با هم دیگه طرح رفاقت میریزن و نیازهای همدیگر رو برطرف میکنن. همین قضیه رو ما توی اتم ها هم داریم. ببینید اتم ها وقتی به هم میرسن اگه جفتشون فلز باشن، یعنی مثلا یه اتم فلز از این سمت داره میاد، مثلا یه اتم فلز هم از این سمت داره میاد، درست شد؟ اتم های فلز به هم دیگه برسن چه اتفاقی میفته؟ آیا اکبرینیو نمیدونم الان اومدی یا نه، ولی خب خیلی دیره. باریکالله خانم آجیلی درست گفتن و بیتا کلاگر اگر اشتباه نخونده باشم و آرش فرجی، بله. هیچ اتفاقی نمیفته. اتم های فلز وقتی به هم برسن واکنش نمیدن. مثلا اتم آهن از این ور داره میاد، اتم آلومینیوم هم از این ور داره میاد، از کنار هم دیگه رد میشن. هیچ اتفاق. آقا بعد چه جوری آلیاژ به وجود میاد؟ مثلا اتم طلا و نقره رو با هم قاطی میکنن آلیاژ به وجود میاد، یا نیکل و آهن رو قاطی میکنن، نه فولاد زینزن مثلا به وجود میاد، نیکل و آهن و کروم. خب این وقتی که این کارو دارن میکنن ترکیب نمیشن، واکنش که نمیدن با هم، یه تغییر فیزیکیه اون صرفا و واکنش شیمیایی حساب نمیشه.
حالا اگر اتم ها چی باشن؟ یکیشون فلز باشه، یکیشون نافلز باشه. اون نافلزه الکترون میخواد بگیره، فلزه میخواد الکترون از دست بده. خیلی راحت نافلزه از فلزه الکترون میکنه، به خودش اضافه میکنه و چی به وجود میاد؟ یک ترکیب به وجود میاد به اسم ترکیب یونی. و اگر دوتا اتم نافلز باشن، یعنی جفتشون بخوان یه الکترونی بکنن، اون موقع با همدیگه طرح رفاقت میریزن و اصطلاحاً الکترونهاشون رو به اشتراک میگذارن. میگن آقا ما تیر دروازه داریم توپ نداریم، اونا هم میگن آقا ما توپ داریم تیر دروازه نداریم، با هم اشتراک میذارن و یه تیم تشکیل میدن. به این تیم اصطلاحاً میگن ترکیب مولکولی. حالا عنصر مولکولی چی هستش انشالله بعدها خواهیم خوند، فرصتمون همجا تموم هستش. دوباره خدمتتون بگم بچه ها، اگر میخواید این کلاس ها ادامه داشته باشه و باز بتونید مطالب جذاب علوم نهم رو با همدیگه یاد بگیریم، باید اسم بنده رو که شکری هست به شماره پیامکی 1000 3075 پیامک کنید تا انشالله مراحل ثبت نامتون انجام بگیره و بعد از این تا انتهای سال تحصیلی در خدمت شما باشیم. خوشحال شدم شما رو دیدم، امیدوارم که دیدارمون فقط به همین یک جلسه محدود نشه و جلسات بعدی هم همدیگر رو ببینیم. مراقب خودتون باشید، خدا نگهدارتون.